پیش از چهارشنبه امروز سه‌شنبه مرکز درمان کودکان سوی تغذی در غزنی که از 12 به 20 بستر افزایش یافته رسماً گشایش یافت. دکتر نیاز محمد نوری رئیس شفاخانه ولایتی غزنی میگوید که ارتقا و تجهیز این مرکز بیش از 2 میلیون افغانی هزینه برداشته که از سوی مؤسسه PUMI تامین شده است. هدف از ارتقای این مرکز رسیدگی درست به بیماران سوی تغذی در ولایت غزنی گفته شده است. پانزواتی خصوصا گرندی بولایتی گیم زیرد شیو دادی امیون زد مرزم بردی مبتلا دیدی که در کسامی بوسی جرم و بغیر من مالیغا و نکمان مجیده ایسی دوست و انسلم پر گرندی سرط باندی گرندی بولایتی رو بوشیسی فکر کولا این خلق و مشکلات را دیدن ارتقای این مرکز صحی با استقبال بیمارداران و دکتران صحی غزنی روبرو شده است. باشندگان غزنی میگویند که ارتقای این مرکز درمانی همزمان با افزایش بیماری سوی تغذی یک نیاز جدی در این ولایت بود. ډیر خوشاله یو چې یو نوی بخش د سی تغذی البته چې مخکې ما هم درلودو خو متاسفانه چې بستر خو مې په دې کې د چغکټو نزد کمه وه اوس خوشبختانه دا به زیاته سي تر څو کوم څه خپل وطنوالو ته چې زیاتره غزنی ولایت روغتون د شرازی خدمات ورته ترسره سي ځکه زموږ د سی تغذی ماشومان زیات دي پخوا دا خدمات ترسره کیدونه وروسته به له خیره سره دا خدمت په ښه ډول ترسره سي. این در حال است که بیماری سوی تغذی نزد کودکان در ولایت غزنی افزایش یافته است. دکتر اشرف وزیری معاون صحت عامه غزنی در محفل ارتقای مرکز سوی تغذی غزنی از افزایش کمپیشینه بیماری سوی تغذی نزد کودکان در این ولایت خبر داد. آقای وزیری میگوید که در سال 1402 خورشیدی بیش از 78 هزار کودک سوی تغذی در غزنی ثبت شده که از آن جمله 61300 تنی آن بهبود یافته و متبقی آن زیر مراقبت های صحی اند. معاون ریاست صحت عامه غزنی میزان مرگ و میر کودکان مصاب به سوی تغذیه را 3% عنوان می کند. سپیر کرد که نور تقریبا نعتاوی از درش پشت را مریضان په ستر درلودو یو شپېته زره درې سوه شپایاب درلودو سوې متاسفانه راځه کې درې فیصده مرګ ژوبمرګ درلودو اته زره نفره تر تداوي لاندې لرو چې په هغه کې نو بس دقیق معلومات یې نشته چې څوک اوس تداوي شوي او څوک. فقر، ناداری و عدم تغذیه درست کودکان از عوامل اصلی مصاب شدن کودکان به بیماری سوی تغذی است.